سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه از پیش های داعش و واکنش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هشدار حسن روحانی به کشورهای اسلامی خواهیم گفت نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات گفتگوهای هسته میان ای ایران و گروه پنج به علاوه یک و طرح جدید مجلس برای نظارت بر سازمان صدا و سیما و احتمال ازل رئیس آن از سوی شورای نظارت بر این سازمان را بررسی خواهیم کرد. در پایان هم مطابق روال هر هفته مایستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار می دهد. با ما همراه باشید. بس از گذشت دو هفته از آغاز عملیات گسترده گروه تروریستی داعش آمریکا و اتحادیه اروپا بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر متشکل از نیروهای سنی شیعی و کرد در عراق تاکید کردند. گروه اسلامگرای افراتی داعش که تا کنون قسمتهای وسیعی از شمال عراق را تصرف کرده در حال پیشروی به سمت بغداد است در این حال شبه نظامیان افراطی گروه داعش هفته گذشته از تصرف بزرگترین پالایشگاه نفت عراق و یک مجتمع صنعتی در منطقه بیجی خبر دادند دولت عراق این خبر را تکذیب کرده است وزیر امور خارجه ایالات متحده اطمینان خاطر داد که کشورش از دولت عراق به صورت پایدار و قوی حمایت خواهد کرد در همین روز بغداد به واشنگتن نیز ضمانت قانونی داد که از دیروهای ویژه آمریکایی در عراق محافظت کند به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری در بغداد ضمن تأکید بر حمایت قوی و پایدار آمریکا از عراق تأکید کرد که یک پارچگی تنها زمانی به این کشور باز می گردد که رهبران عراق گامهای لازم را برای متحد کردن مردم این کشور بردارند. بی افزود که نوری المالکی نخست وزیر عراق چند مرتبه تاکید کرده است که از دهم تیر ماه برای ایجاد دولتی جدید با حضور سیاستمداران سنی و کرد و دادن سهمی از قدرت به آنها اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت در همین حال کاخ سفید گفت که دولت عراق رسما به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق اعزام شوند مسئولیت قضایی داده است جاش آرنست سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری ها گفت این تضمین در یادداشتی دیپلماتیک به آمریکا داده شده است باراک اوباما پیشتر اعلام کرده بود که 300 مشاور نظامی آمریکایی برای کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای داعش فرستاده می شوند. نیروهای آمریکایی پس از آنکه دولت نوری المالکی از دادن مسئولیت قضایی به آنها خودداری کرد به طور کامل از عراق بیرون برده شدند سفر جانکری به عراق در حالی است که قرار است کاتشناشون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی نیز امروز شنبه در بروکسل با جانکری درباره بحران عراق به رایزنی بپردازد پس از آن قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو پیمان آتلانتیک شمالی با هم ملاقات و درباره وضعیت عراق بحث و تبادل نظر کنند. همزمان با دیدار کری از بغداد وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ کمک مالی انسان دوستانه خود به عراق را از 5 میلیون به 12 میلیون یورو افزایش دادند. افزایش کمک مالی اتحادیه اروپا براق بیش از همه متوجه منطقه کردنشین این کشور خواهد بود که همکنون پذیرای صدها هزار آوار است. در بیانی که از سوی اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است اتحادیه اروپا بسیار نگران بحران انسانی است که در جریان شکل گیری است و بخصوص خصوص نگران بیرون رانده شدن وسیع غیر نظامیان بر اثر گسترش درگیری هاست. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین پیشروی پیکارجویان داعش را به شدت محکوم کردند. در همین حال داعش در عراق میگوید که پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق را به طور کامل به تصرف خود درآوردند. شبه نظامیان داعش در ده روز گذشته پالایشگاه بیجی را محاصره کرده بودند و نیروهای ارتش عراق در چند نوبت توانستند حمله آنها را متوقف کنند این پالشگاه یک سوم سوخت مصرفی در عراق را تأمین می کند و محاصره آن باعث کمبود سوخت در این کشور شده بود این گروه تروریستی در روزهای گذشته تسلط خود بر بخشهای شمالی و غربی عراق را گسترش داده بودند و همه گذرگاه مرزی با اردن و سوریه را تصرف کردند. یک سخنگوی داعش گفته است که اداره پالایشگاه بیجی به اشیره های محلی در استان صلاح الدین واگذار خواهد شد. شبه نظامیان داعش در چند روز گذشته دامنه تصرفات خود را گسترش دادند و به گزارش رسانه ها آنها میخواهند دومین صد بزرگ عراق با یک نیروگاه برق آبی به لحاظ استراتژیک مهم نیز به تصرف خود درآورند تا کنترل منابع مهم آب و برق کشور را در دست داشته باشند نیروهای داعش همچنین کنترل چند نقطه در مرز سوریه و اردن را در دست گرفتند اردن روز دوشنبه بر شمار نیروهای نظامی خود در مرز این کشور با عراق افزود طول این مرز به 180 کیلومتر میرسد. هفته گذشته علی خامنه‌ای با دخالت آمریکایی ها و کشورهای دیگر در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفت کرد و گفت دولت ملت و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند ساعتی پس از آن حسن روحانی به کشورهای اسلامی هشدار داد یک روز خشونت دامن خود آنها را خواهد گرفت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز گفت ایران امیدوار است میانجی خوبی برای حل بحران عراق باشد به گزارش و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا حسن روحانی در کنگره بین المللی امام حسن مشتبا در تهران با اشاره به نارامی های عراق به کشورهای اسلامی حامی داعش هشدار داد. او از گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش به عنوان کسانی نام برد که دست به خشونت و تجاوز میزنند و خود را به عنوان جهادی و اجرا کننده اصول اسلام معرفی میکنند. روحانی گفت که اسرائیل لذت میبرد که مسلمانان به جان هم افتادند و اصحان از موضوع فلسطین منحرف شده است. رئیس دولت یازدهم بر لزوم وحدت میان مسلمانان و تقویت جنبش صلح در برابر خشونت و افراد در کشورهای اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور ایران سپس بدون آنکه از کشوری نام ببرد به کشورهایی هشدار داد که با دلار نفتی از تروریست ها حمایت می کنند. او گفت به همه کشورهای اسلامی که با پولشان با دلار نفتیشان امروز به تروریست ها کمک میکنند میگوییم و توصیه و تاکید میکنیم بدانید فردا نوبت شماست در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام نیز در دیدار با وزیر امور خارجه نیوزیلند به اوضاع عراق اشاره کرد و گفت ایران امیدوار است میانجی خوبی برای خاموش کردن آتش اختلافات در عراق باشد. رفسنجانی از اتفاقات منطقه خاور میانه ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اوضاع پیچیده عراق به اختلافات مذهبی در این کشور اشاره کرد که رنگ خون گرفته است. او گفت که تلاقی تکفیری ها به عنوان بدترین گروهک تروریستی در تاریخ با بقایای حزب بحث و مباحث تفرق انگیز شرایط را برای مردم عادی که اکثریت مظلوم هستند دشوار کرده است. رفسنجانی افسود نمیخواهیم در امور داخلی کشورها دخالت کنیم و امیدواریم میانجی خوبی برای خاموش کردن این آتش باشیم اظهارات هاشمی و حسن روحانی ساعاتی پس از سخنان رهبر ایران بیان شد علی خامنه ای بحران عراق را نه نتیجه جنگ شیعه و سنی بلکه ناشی از دعوای میان موافقان و مخالفان استقلال عراق دانست خامنه ای همچنین با اقدام نظامی آمریکایی ها در عراق مخالفت کرد و گفت عراقی ها خود می توانند حملات اخیر را دفع کنند. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد ما با دخالت آمریکایی ها و دیگران در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفیم و آن را تایید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و انشاءالله آن را تمام خواهند کرد. اظهارات رهبر ایران در حالی است که دولت نوری مالکی پس از سقوط پیدرپی شهرهای عراق و پیشروی نیروهای داعش به سوی بغداد از آمریکا خواست که با حملات هوایی مانع پیشروی این شبه نظامیان شود پنتاگون نیز خبر داده بود که ایران برای دفاع از مالکی نیرو اعزام می کند و برخی نیروهای سپاه قدس در عراق هستند پنجشنبه گذشته باراک اوباما تایید کرده بود که ایران می تواند در حل بحران عراق نقشی سازنده ایفا کند. او در عین حال گفته بود که اگر ایران به تنهایی به عنوان نیروی مسلح پشتیبان دولت شیعه عراق وارد کشمکش شود، احتمالا اوضاع وخیمتر خواهد شد. طبق آخرین اخبار، شپ نظامیان داعش در حال گسترش منطقه نفوذ خود در غرب عراق هستند. به گزارش رسانه های عراق این گروه تروریستی چند شهر دیگر مرزی را در دو روز اخیر اشغال کرده است. هفته گذشته مذاکرات ویان در مجلس بررسی شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت تیم مذاکره کننده لغو کامل کلیه تحریم های اقتصادی را به عنوان یک خط قرمز دنبال خواهد کرد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز خوشبینی از روند گفتگوها گفته است اگر توافقی حاصل نشود دو طرف حق دارند به سیاست های قبلی خود بازگردند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی مذاکرات اخیر وین در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش خبرگزاری تصنیم، حسین نقوی حسینی گفت تیم مذاکره کننده لغو تمام تحریم های اقتصادی را به عنوان یک خط قرمز دنبال می کند به افزود موضوع ای و مذاکرات صورت گرفته در نشست های متعدد ژنو و وین و نشست های کارشناسی در سطح دو جانبه و چند جانبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد و جنبندی مذاکرات این بوده که نگارش متن توافق آغاز شود و موارد اختلافی در داخل پرانتز قرار گیرد ولی موارد مورد توافق در چارچوب متن نگارش شود در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری از روی کرده گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات با ایران انتقاد کرده و گفت برخی از طرفهای مذاکره راهکاری را انتخاب کردند که مفید نیست در این نشست خبری که به طور مشترک با موری مککالی وزیر خارجه نیوزلند در تهران برگزار شد آقای ظریف اظهار داشت که ایران بیش از حقوق خود نمیخواهد و حاضر است نگرانی های مشروع را مد نظر قرار دهد اما طرف مقابل تاکتیک و راهکاری دیگر برای مذاکره انتخاب کرده به نحوی که تلاش می کند مواضع حد اکثری اتخاذ کند تا در طول مذاکرات به مواضع متعادل تری برسد وی نسبت به حصول توافق نهایی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تا پایان تیر ماه اظهار امیدواری کرد اما با این حال افزود اگر توافق حاصل نشود هر دو طرف این حق را دارند که به سیاست های قبل از توافق ژنو بازگردند و این شامل طرف ایرانی نیز می شود. در همین راستا روزنامه فرانسوی لوموند طی گزارشی با اشاره به عدم حصول توافق بر سر مسائل اصلی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در نشست اخیر وین از احتمال تمدید مهلت مذاکرات برای شش ماه دیگر خبر داد. لومونت گزارشی نوشت دور پنجم مذاکرات ایران و قدرت بزرگ جهان اصر روز جمعه گذشته بدون حصول توافق در زمینه مسائل اصلی مرتبط با برنامه هسته ایران در وین به پایان رسید و دور بعدی مذاکرات دوم جویه از سر گرفته خواهد شد لومون در ادامه گزارش خود نوشت طرفین مذاکره بر سر برنامه هسته ایران همچنان در نظر دارند تا 20 جویه یعنی مهلت زمانی تعیین شده برای حصول توافق جامع به توافق دست یابند این روزنامه فرانسوی افزود احتمال تمدید مهلت مذاکرات برای یک دوره شش ماهه دیگر نیز وجود دارد اما در حال حاضر چنین چیزی رسما مد نظر نیست گفتنی است دور بعدی مذاکرات قرار است از روز دو ژوئیه مطابق با 11 تیر ماه در شهر وین برگزار شود دور پنجم مذاکرات میان ایران و غرب در حالی روز جمعه 20 جوان مطابق با سی خرداد به پایان رسید که طرفین مذاکره کننده از اختلاف ماهوی و مهم خبر داده بودند یکی از این اختلافات به تعداد سانتریفوش های غنی سازی باز میگردد که ایران درخواست های کشورهای غربی در مورد کاهش تعداد آنان را تا کنون رد کرده است فعالیت رآکتور آب سنگین عراق نیز از دیگر محورهای اختلافات عمده میان ایران و طرف مقابل است. پادشاه عربستان سعودی در قاهره هفته گذشته با رئیس جمهور جدید مصر دیدار و در مورد اوضاع سوریه، عراق و لیبی گفتگو کرد. ناظران این دیدار را که دو هفته بعد از آغاز ریاست جمهوری سیسی صورت گرفته نمادین خواندند. هنگامی که هاپیمای سلطنتی پادشاه سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز شامگاه جمعه در فرودگاه قاره به زمین نشست آشکار بود که روابط مصر و عربستان سعودی که پس از سردگونی محمد مرسی و حکومت اخوان المسلمین با حمایت بی قید و شرط ریاض از اقدامات ارتش عبدالفتاح سیسی وارد مسیر تازه ای شده بود. حالا مرحله روابط دوستانه را پشت سر گذاشته و وارد اصل روابط استراتژیک می شود. رئی جمهوری مصر پیش از این گفته بود نخستین سفر خارجی وی بعد از پیروزی در انتخابات به ریاض خواهد بود. حضور ولیعهد عربستان امیر سلمان در مراسم تحلیف او در قیاب پادشاه که دوران تعطیلی سالیانه خود را در مغرب می‌گذراند نشانه دیگری از عزم ریاض در همپیمانی با رژیم تازه مصر بود اما کسی گمان نداشت که خود پادشاه نیز در بازگشت به میهنش ساعتی در قاهره توقف کند تا شخصا رهبر منتخب مصر را ببیند و به او اطمینان دهد کمک های کشورش به مصر فقط اقتصادی نخواهد بود بلکه عربستان سعودی تمام امکانات سیاسی و مالی و جایگاه بین المللی خود در راه کمک به مصر بسیج می کند. ملک عبدالله در پیام تبریک خود به مناسبت پیروزی السیسی از دوستان مصر خواسته بود نشستی برپا کنند و نیازهای مالی مصر را بررسی کرده و به سرعت ری جمهوری مصر را در بازسازی اقتصاد کشورش یاری دهند. هاپیمای پادشاه سعودی شامگاه جمعه سی خرداد در فرودگاه قاهره فرود آمد. تلویزیون های مصر، عربستان و بین المللی لحظه به زمین نشستن هاپیما را مستقیما پخش کردند. لحظاتی بعد عبدالفتاح سیسی به اتفاق وزرای خارجه دفاع دارایی و چند شخصیت دیگر وارد هاپیما شد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی و تنی چند از فرزندان پادشاه سعودی و مشاورانش در هاپیما حضور داشتند. احمد قطان سفیر سعودی در مصر سفر ملک عبدالله به مصر را سفری تاریخی توصیف کرد. چرا که نخستین سفر رسمی یک رهبر خارجی به مصر پس از انتخاب عبدالفتاح سیسی به ریاست جمهوری این کشور است. او خاطر نشان کرد که این سفر دارای پیامهای بسیاری است که نخستین آن تبریک برای جمهوری جدید مصر به مناسبت انتخابش است به گفته او مسئله دوم تأکید بر پشتیبانی همه جانبه سعودی از ملت و دولت مصر به ویژه در این مرحله حساس از تاریخ این کشور است او خاطر نشان کرد که پس از انقلاب سیوم جوان ملک عبدالله در پیامی به عدلی منصور جمهوری موقت مصر فرستاد و بر حمایت کامل قلبی و عملی عربستان سعودی از مصر تاکید کرد پس از آن و بلافاصله در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری پادشاه سعودی پیامی به عبدالفتاح السیسی فرستاد و بار دیگر در آن بر حمایتش از دولت و ملت مصر تاکید کرد یادآوری میکنیم که به دنبال شورش مردم مصر و حمایت ارتش از مردم و عزل مرسی ایالات متحده با موضعگیری منفی نسبت به تحولات مصر کمک های سالانه آمریکا به مصر را به حال تعلیق درآورد. عربستان سعودی آزرده از مواضع آمریکا به اتفاق امارات متحده عربی و کویت بیش از 12 میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری همراه با محموله های نفتی به مصر کمک کردند و مانع از سقوط قیمت لیره مصری و آشفتگی بیشتر اقتصاد این کشور شدند که در یک سال حکومت مرسی و بی نظمی های پیش از آن درآمد کلان خود را از راه توریسم از دست داده بود موزه سخت عربستان و شورای همکاری های خلیج فارس منهای قطر که یک سر از اخوان مسلمین و تندروهای مسلمان حمایت می کند در برابر آمریکا سرانجام باراک اوباما را واداشت در سفری به عربستان به دلجویی رهبران این کشور بپردازد و در این حال سیاست تفاهم آمیزی در برابر مصر اتخاذ کند و کمک های نظامی و مالی به مصر را از سر گیرد دو روز پس از سفر ملک عبدالله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به مصر از سرگیری کمک ها را اعلام کرد و گفت باید برای جمهوری مصر فرصت داد اصلاحات خود را پیاده کند ناظران سیاسی در قاهره این سخنان را به منزله اختاری به اخوان المسلمین می دانند که هنوز دست از آشوبگری و تخریب بر نداشتند ری جمهوری مصر در دیدار با پادشاه سعودی به جز گفتگوهای رسمی با حضور حیطای همراه نیم ساعت با ملک عبدالله به تنهایی سخن گفت سفیر عربستان در قاهره در پی دیدار دو رهبر در فرودگاه یادآور شد سعودی و مصر دو بال امت عربی هستند و از اینجا اهمیت این سفر و هماهنگی کامل در مواضع مشترک رهبری دو کشور نمود پیدا می کند. او گفت که امیدهای بسیاری برای تفاهم و مشورتها درباره اوضاع منطقه به دیدار خادم حرمین شریفین و رئیس جمهوری مصر بسته شده است. ملک عبدالله در پیام تبریکی که برای عبدالفتاح سیسی ارسال کرده بود برای برگزاری کنفرانسی بینالمللی به منظور کمک به مصر جهت گذر این کشور از بحران اقتصادی فراخوان داده بود او تأکید کرده بود هر کس در ادای این وظیفه کوتاهی کند فردا در صورتی که مصیبتها و بحرانها او را محاصره کردند جایی در میان ما نخواهد داشت همزمان با دیدارهای مهم قاهره دادگاه مصر احکام اعدام شماری از رهبران اخوان مسلمین را که قبلا صادر شده بود تایید کردند با این همه رسانه ها به نقل از مقامات آمریکایی میگویند این احکام به اجرا در نخواهد آمد و رئی جمهوری مصر در این زمینه حاضر به اعدام سران اخوان نخواهد شد یادآوری میکنیم در زمان عبدالناصر متهم شدن اخوان مسلمین به توطئه برای کشتن وی منجر به اعدام برجسته ترین متفکر این سازمان سید قطب و تنی از رهبران اخوان شد این بار اما اخوان مسلمین جرایم تکان دهنده ای از جمله قتل و آتش زدن اساتید ماموران پلیس پرد کردن جوانان مخالف خود از بالای ساختمان ها و آتش زدن بناهای دولتی و توطعه برای قتل مقامات نظامی و دولتی را مرتکب شدند. یک نماینده مجلس میگوید طرح جدید برای نظارت بر سازمان صدا و سیما در حال تدوین است که بر اساس آن شورای نظارت بر این سازمان می تواند پیشنهاد ازل رئیس این سازمان را ارائه کند. انتقادات از صدا و سیما در هفته اخیر بالا گرفته است. در تازه ترین نمونه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است این سازمان نباید حیات خلوت برخی افراد خاص شود به گزارش خبرگزاری های ایران، رمضان شجاعی عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما می گوید که طرحی جدید برای نظارت بر صدا و سیما در حال تدوین است که این طرح همکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس نهایی شده و در انتظار آمدن به صحنه علنی است. رمضان شجاعی مهمترین هدف ارائه طرح جدید را جلوگیری از جناهی عمل کردن و همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد بودجه ای این سازمان عنوان کرده است. وی از افزایش نظارت بر سازمان صدا و سیما خبر داده و افزوده است بر اساس طرح نظارت بر اداره صدا و سیما رئیس این سازمان باید به شورای نظارت بر صدا و سیما گزارش عملکرد خود را ارائه کند و از سوی دیگر هر زمان که شورا تخلفی در صدا و سیما دید یا سوالی داشت رئیس سازمان باید به شورا پاسخگو باشد این نماینده مجلس ادامه داده است در طرح نظارت بر اداره صدا و سیما وجه نظارتی شورای نظارت با زمانت اجرایی بیشتری اجرا می شود. وی در پاسخ به این پرسش که این زمانت اجرایی چگونه اعمال می شود گفت در این طرح ارتباط صدا و سیما با قوای سگانه به روشنی مطرح شده است که چگونه نمایندگان سقوه در شورای نظارت حضور داشته باشند و نحوه نظارت چگونه است و نتیجه گزارش به چه صورت خواهد بود؟ عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما افزود در این طرح پیش بینی شده است که در صورت پاسخگو نبودن رئیس سازمان صدا و سیما شورا می تواند پیشنهاد عزل او را اعلام و به رهبر معظم انقلاب ارائه کند. در واقع تفاوت طرح جدید نظارت بر صدا و سیما با وضعیت کنونی در این است که این شورا برای برخورد با رئیس غیر پاسخگوی احتمالی صدا و سیما ابزارهای اجرایی بیشتری دارد. شجاعی با یادآوری اینکه بر اساس قانون فعلی رئیس سازمان صدا و سیما پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی نیست ادامه داد در صورت تصویب نهایی طرح اداره سازمان صدا و سیما بازبینی در درون سازمان عمل کرد مسائل فرهنگی و نحوه برنامه سازی در سازمان صورت می گیرد. به گفته او انتخاب اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما و نحوه اعمال نظارت و ارائه گزارش به مراجع زیسلا از جمله مواردی است که در طرح اداره صدا و سیما لحاظ شده است این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اصل رئیس سازمان صدا و سیما مغایرتی با اصل 175 قانون اساسی ندارد گفت تمام جزئیات این طرح به طور کامل از سوی کارشناسان رسانه و مرکز پژوهش‌ها و همچنین اداره قوانین مجلس بررسی شده است و آنان موردی مغایر با اصل 175 ندیدند. از سوی دیگر بعید میدانیم که شورای نگهبان نیز ایراد اساسی به این طرح داشته باشد چرا که شورا فقط پیشنهاد از را به رهبری ارائه می کند و مطابق اصل 175 دستور آخر را ایشان صادر می کند. طرح جدید نظارت بر صدا و سیما در حالی مطرح می شود که عملکرد این سازمان در سالها و به خصوص هفته های اخیر مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. در تازه ترین انتقاد روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی گفت برخی برنامه های صدا و سیما علیه قوه قضایی عنوان مجرمانه دارد و این سازمان نباید حیات خلوت برخی افراد خاص شود. آقای لاریجانی گفت از صدا و سیما گلای مندم زیرا برخی برنامههایش درباره قوه قضایی صد درصد مخرب بود در این برنامه ها بدون حضور طرفین و به صورت یک دستگاه قضایی را به محاکمه کشیدند. لاریجانی اضافه کرده بود در یک برنامه مجری و تهیه کننده دست به دست هم می دهند و قوه قضایی را یک جانب محاکمه می کنند که به نظر من این کار عناوین مجرمانه دارد. رئیس قوه قضایی افزوده بود در سال حدود 14 میلیون پرونده در دستگاه قضایی دیده می شود و برای تهیه کننده مجری و رئیس تأسف می خوریم. گفتنیست این برای نخستین بار است که رئیس قوه قضایی از صدا و سیما که نهادی زیر مجموعه علی خامنه ای محسوب می شود به صورت علنی انتقاد می کند. انتقاد از برخی اقدامات و احکام قوه قضایی در جمهوری اسلامی میتواند منجر به بازداشت و زندان شود. طی سه سال گذشته ده ها نفر به خاطر انتقاد از عملکرد این قوه احضار، بازجویی، دادگاهی و حتی زندانی شدند. پایان بخش برنامه این هفته ما مطابق روال گزارش میستان بختیاری رو داریم از ترکیه که تحولات این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می دهد. روزنامه سر ترکیه به نقل قول از آیاکین آکین کوزان اغلو معاون انجمن سرمایه گذاری بین المللی ترکیه عنوان کرده میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی امسال در ترکیه به رقم 16 میلیارد دلار خواهد رسید البته آن ترکیه آقای کوزان اغلو گفته این سرمایه گذاری ها بیشتر در بخش انرژی بهداشت و درمان و اموال غیر منقول و مالی خواهد بود آقای اغلو در مورد روند میزان جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه گفته در بین کشورهای در حال رشد این رقم یک ممیز هفته درصد هستش و ترکیه از نظر رتبه بندی جذب بیشترین سرمایه گذاری خارجی در ردیفه 22 جهانی و در میان کشورهای در حال رشد رتبه 11 هم رو به خودش اقتصاد ساده بر اساس آمار و اطلاعات وزارت اقتصاد ترکیه میزان سرمایه گذاری خارجی در این کشور بالغ بر 140 میلیارد دلار در سال هستش البته بیشتر مقامات اقتصادی ترکیه ابراز امیدواری کرده بودند امسال این رقم نیز فراتر خواهد رفت و هدف گذاری در این زمینه در سال 2014 دور از دسترس نیست میدونیم در پی تنش‌های سیاسی سال گذشته در ترکیه برخی از کارشناسان معتقد بودند در این زمینه ترکیه با روندی منفی روبرو رو خواهد شد اما خب آمار و ارقام منتشر شده مربوط به نیمه اول سال میلادی جاری چنین موضوعی رو تایید نمی‌کنه اما برگردیم به رویدادها و تحولات سیاسی داخلی به ویژه که این روزها نگاه ها به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه هست حالا پس از معرفی نامزد مشترک دو حزب جمهوری خلق و جنبش ملی گراها طبیعتا بیشتر نگاه ها به سوی حزب عدالت و توسعه خواهد بود که نهایتا چه کسی رو به عنوان نامزد معرفی خواهد کرد مسئولین این حزب گفتند که روز سهشنبه آینده دهم تیرماه تیر مصادف با یکم جولای نامزدشون رو معرفی خواهند کرد البته یه اتفاق هم در این هفته افتاد که تا حدودی هیجان و کنجکاوی رو در این زمینه بالا برد صحبت‌های آقای اروان در پاسخ به این پرسش که اگر اعذاب رقیب در فرصت باقی مانده نامزدشون رو تغییر بدن حزب عدالت و توسعه چه واکنشی خواهد داشت ایشون گفتن که در اون صورت ما گذینه ای رو معرفی خواهیم کرد که همه رو شگفت زده بکنه صحبتی که باید گفت برداشت های متفاوتی از اون در میان افکار عمومی و کارشناسان شد حتی برخی این گفته آقای اردوغان رو دلیلی بر احتمال انصراف ایشون از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دونستن دلیل این ادعا همین هستش که حزب عدالت و توسعه یک چالش اساسی در این زمینه داره و اون این هستش که اگر آقای اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه برسه چه کسی رهبری این حزب رو در دست خواهد داشت در آینده با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی سال آینده در واقع چند ماه دیگه آغاز میشه و اینکه چه کسی بعد از آقای اردوغان میتونه این حزب رو در انتخابات پارلمانی همچون گذشته پیروز به پارلمان بفرسته اما برخ کارشناسان با نگاه متفاوت تر معتقدن نامزدی آقای اردوغان قطعی هستش و گفته های اخیر ایشون رو بیشتر در جهت انگیزه دادن به افکار عمومی و کنجکاو کردن اونها در مورد انتخابات ریاست جمهوری میدونن اونها معتقدند اگر اتفاق خاصی در این زمینه یعنی یک گزینه شگفت انگیز بیفته این گزینه در مورد رهبری حزب عدالت و توسعه خواهد بود نه انتخابات ریاست جمهوری اما هر ساله همزمان با رقابت های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه دست به نظرسنجی در این باره میزنه نظر نظرسنجی که برخی معتقدن یکی از عوامل موفقیت این حزب در معرفی کاندیداهاش هستش با شناخت عمیق از جامعه امسال هم نظرسنجی های این حزب نشون میده آقای اردوغان در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد بشه با کسب بیش از 50 درصد آرا پیروز خواهد بود اما جدای از موضوع انتخابات این روزها انتقاداتی در زمینه چگونگی مواجه دولت با گروه های تروریستی مطرح میشه برخی دولت آقای اردوغان رو متهم کنند در این زمینه واکنش جدی و موضع گیری به این گروه ها در سوریه و اراق نداشته خود آقای اردوغان در واکنش به این موضوع گفته که ترکیه به هیچ وجه کوچکترین امتیازی به گروه های تروریستی مانند القاعده و غیره نخواهد داد و کسانی که از سیاست های ما آگاه هستند میدونن ترکیه مبارزه گسترده رو با القاعده داشته و همین الان برخی از اعضای القاعده در ترکیه زندانی هستند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live .com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک دنبال کنید و در باری برنامه نظر دهید همچنین می توانید با ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما در بهتر شدن برنامه یاری دهید منتظر شما هستیم تا برنامه می دیگر شود سربلند باشید